اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و 12 امام از وی فرستادم. پیغمبری که در کتاب‌هاشون اومده بود در منطقه کجا رو حکومت خواهد کرد؟ مدینه. جالب نیست برای شما پیغمبری که مکی است، از قریش مکی‌ها خوب می‌شناسنش، خاندانشون میدونن چه انسان‌های شریفی بودن و وضعشون خوب بوده، احترام داشتن، در ویژگی بنی هاشمه. چی میشه که تو مکه‌ایش که پیغمبر قبول نمی‌کنه، مدینه یا قبول می‌کنن؟ چون گوش مدینه یا پر بود از اینکه اون پیغمبر آخر الزمان خواهد آمد. پیغمبر آمد. پیشبینی‌ها صحیح مولا ورزش نمی‌ره، همون قیافه، همون قد و قواره، از همان نسل ابراهیم. درسته؟ از نسل ابراهیم هست، منتها یه خورده فرق داشت. به جای از نسل اسحاق، از نسل کی آمد؟ اسماعیل. و اینکه در کتاب تورات داریم باب 17 آیه 20-21 خدا گفت به تحقیق زوجت سارا برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وی استوار خواهم ساخت، با ذریت او بعد از او عهدی باشد. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودن، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم و 12 امام از وی قدید آورم. از این واضح تر است 12 تا امام ببره چی کار باید بکنه ها؟ این بود پیغمبر رو نپذیرفتن. همان پیغمبری که در کتاب‌هاشون اومده بود در منطقه کجا رو حکومت خواهد کرد؟ مدینه. دوازده امام اینه عزیز دلم، شیعه امام تو کلاش در نیورده، از قبل منتظر بودن.